آزادی، اما شاکرن و اما کفورا، اینا هده اینا سبیل من را باز بکنم میخه برو مخه نرو. این حرف ما یه حرف اعتقادی منطقی است که خوش آموزی داره. با همه بنده هاش هم همین کار کرد. آره دست داره میگه، من میگم میخه بکن میخه نکن، آزادی. نه اینکه داره کلک میزنه، میگه سجده کن ولی نمیذاره سجده کنه. خودت کلک زدی، برای چی امر ولم یشه؟ برای چی نها و شاعه؟ وقتی تو شاعه دیگه من چطوری ترک کنم حرف تو رو؟ اینا بدآموزی اعتقادی داره، خوب معنا کردن نیست. بالاخره آزادی باید باشه. وقتی شما نمیخوای من چجور بیارم؟ میگه این کارو بکن و نمیذاره من بکنم، این چیش آزادیه؟ میگه نخور و منو هول میده که بخورم و اصلا هر کاری میکنه. قدرت خداست دیگه، مشیت که بکنه، مشیت کارش کار آدم میسازه. پس من از اول معلول یک حادثه‌ام، من از اول معلول یک توطئه‌ام. آقا خلقت من با یه توطئه همراه شده، خدا به من گفته نخور، هلم داده گفته بخور، من معلول یک توطئه‌ام رو این اعتقاد ایشون. ولی رو اعتقاد ما ظهور یک آزادی هستیم، قدرت دارم، مجبورت نمی کنم، حرمت همه نگه می داری بدار اجرت همه، نمی داری ندار جزات همه، اما شاکرن و برو آزادی هر کار دلت می خواد. من اصلا نمی ترسم شیشه ها رو خورد کن، درها رو بشکن، آتیش بزن، برو هر کار می خواد بکن، بر دامن کبریاش ننشیند گرد. میخوام بگم دینم باید اینطوری باشه، حکومتم باید اینطوری باشه، حاکم باید اینطوری باشه، عالمم باید اینطوری باشه، یه پدر مادرم باید همینطور باشه، عین خدا باشه. یه جاهای تخلف پیدا میشه و بشه میترسی چقدر بزدلی توی حکومتم هم همینطور باید باشه. بشه زور بگی خطرش بیشتره، توطئه ام بکنی خطرش بیشتر. من میخوام بگم دین شناسی کار بسیار سخت است. من اگه باورم بشه از روز اول پدرم معلول یک توطئه است، دیگه آدم خوبی نمیتونم بشه، چون خشت ما رو با توطئه خدا چینده. امر ولم یشأ، نهى و شاء، گفت نکن مجبورم کرد بکن. ما معلول یک توطئه نیستیم، ما معلول یک اقتداریم. خدا میخواد اقتدار خودش ثابت کنه. برو هر کار دلت بخواد، لذا نهایت فإنک رجیم، برو دنبال کارت، برو هر کار کن. میرم بنده ها دعله میکنم برو هر کاری میخوای بکن. میخواد ببینیم با حرف ما سازگاره یا با حرف حاجی. اینا فلسفه نیست، اینا اعتقاد نیست، اینها دین شناسی نیست. آدمای خوبی بودن ولی درکشون از دین سالم نبوده. ما معلول یک توطئه ایم یا معلول یک اقتداریم؟ ما ظهور یک اقتداریم، توطئه‌ای در کار نیست. خب آخه برای چی دست من اینقدر باز گذاشتی؟
برای اینکه هر کاری میتونه بکن. اصلا به من هیچ آسیبی وارد نمیشه. مواظب خودت باش. یه حکومتی که قدرت داشته باشه این کار میکنه، ولی یه حکومتی استبداد داشته باشه، ضعف داشته باشه، این کار نمیکنه. یه ریگ میندازی هوا 20 نفر میگیرن یهو. اون یه ریگ رفت هوا بگیرین، وگرنه یه تخت سنگ میاد پایین. خیلی آدم بزدلیه. تو خونه هم باشه همینطوری. میبینی بعضی خانواده ها خیلی به بچه هاشون سخت میگیرن، فشار میارن. آقا نجو، اینطور نگو، اینطور نگو. نمیدونم اگه خونه و لما باشه که واویله سر تا تب زن، نمیدونم پا تا همچین کن، شلوار دونتر کن، اینطور کن. آقا بر چی اینقدر تو زورگوی سخت گیری، اینقدر میترسی؟ نه آبروم میره خون، مردم میگن بچه آقا سخت میگیری فردا آبرود میره. موقع که آقا زده شد اون وقت تلافی در میکنه. حالا نزاشتی یه زیره آب به موهاش بزنه، نزاشتی یه شلوار لیفاش بکنه، نزاشتی یه دوتا نمیدونم برجک برجک بکنه، فردا آقا زاده که میشه که دیگه آقا هم زورش بهش نمیرسه، اون وقت حسابی میذاره سر کار. دیگه آقا هم زورش به آقا داده نمیرسه. بچه ها رو بذاره آدم تو بچه که خودشون تخلیه کنن، شیطونی کنن، بردنن، بشکنن، دعوا کنن. البته مدیریت هم داشته باشه، اما نه هیک بیشی تکون نخور، صدا نده، آبرون میره. هم چی میشه بابا این ننه مرده همه رو کپسول میکنه. حالا 20 سالش که میشه بوم منفجر میشه، یا میگن آقا 2 میلیارد چیکار کرد، هم کجا رو چیکار کرد، چی رو خورد، در با دالون خورد، خر با پالون خورده. آقا خر با پالون هم میشه بخوری، یه لقمه چپ این آقاست. خدا اینطوری اصلا فرهنگ دین، ما دین باید بشناسیم. ما تا دین نشناسیم مشکل هیچ جامعه حل نمیشه. اصلا خدا میگه من اینطوری عالم رو خلق کردم، شما هم ادای منو در بیارید، تصدیق کنید به خداوند. آزاد باشید، قوی باشید، مدیریت داشته باشید، نترسین. یه ریگ که میافته هوا زوب آماده باش ندین. آدم های ضعیف اینطورن.